مسلمان به هر رنگی که باشند، به هر زبانی که باشند، به هر رسمی که باشند، در هر منطقه زندگی میکنند، شرقی اند و یا غربی، به هر رسم و رواج و عنعناتی که باشند، ملت مسلمان ملت یک پارچه است، ملت واحد است، ملت متحد است. الله تبارک و تعالی در سوره یونس ارشاد میفرماید کان الناس امه واحده، همه ملت ها یک امت یک پارچه و واحد بودند، بعد دوچار اختلاف شدند. مفسرین کرام میفرمایند که بشریت تا زمان آمدن حضرت نوح پیامبر، حضرت نوح علیه السلام، همه ملت متحد و یک پارچه و مسلمان بودند و موحد بودند. اما زمانی که حضرت نوح پیامبر آمد، اینجا در برابر حق باطل پیدا شد و دنیای شرکی، عقایده های شرکی به وجود آمد و سرانجام ملت ها دچار اختلاف و پراگندگی شدند. از زمان حضرت آدم تا زمان حضرت نوح پیامبر که صدها سال فاصله می گذرد، همه امت ها یک امت بودند. مفتی محمد شفیع عثمانی رحمت الله علیه در ذیل اینمی آیت در تفسیر معارف القرآن می فرماید که در این قرنهای متمادی که صدها سال در میان حضرت آدم و حضرت نوح پیامبر گذشته، هیچ امکان ندارد که در میان ملتها تفاوتهای در رنگ وجود نداشته باشد، تفاوت زبانی وجود نداشته باشد، تفاوت سمتی و منطقی وجود نداشته باشد، تفاوت سلیقه و عنعنات و رسم وجود نداشته باشد. هیچ امکان نداره که در بیشتر از ده قرون و هزارها سال ملت ها به یک رسم، به یک عنعنه، به یک باور، باورهای سلیقوی، به یک عنعنه و به یک زبان بوده باشند. حتما در میان ملت ها زبان مختلف بوده، رنگ مختلف بوده، عنعنات مختلف بوده، سلیقه مختلف بوده و جغرافیه مختلف بوده. الله تبارک و تعالی تمام اختلافات جزئی را نادیده میگیرد و ملت های مسلمان را با همه این تفاوت ها ملت واحد عنوان میکند. اما زمانی که اختلاف در عقیده میآید، یکی مسلمان میشه دیگری مشرک میشه، الله تبارک و تعالی میگه ثم اختلفوا، این ملت دچار اختلاف شدند. معنایی است که ملت مسلمان به هر رنگی که باشند، به هر زبانی که باشند، به هر رسمی که باشند، در هر منطقه زندگی میکنند، شرقی اند و یا غربی، به هر رسم و رواج و عنعنات که باشند، ملت مسلمان ملت یک پارچه است، ملت واحد است، ملت متحد است. نباید تفاوت های سلیقه، تفاوت های زبان، تفاوت های رنگ و جغرافیه و منطقه و وطن و کشور ملت یک پارچه مسلمان ده در برابر هم قرار بدهد و این ملت را صد پارچه و مفترق و مختلف بسازد. عزیزان من، آنچه که ما را از هم جگر جدا می کند عقیده است، خلاص. هیچ چیزی دیگری نباید ما را از هم دیگر جدا بکند. اما درد که امروز ملت مسلمان ما را متاسفانه که اذیت می کند، اختلافات در کشورها که یک اصل شده، امروز یک پاکستانی رو میبینه که دشمن یک افغانی هست و بالعکس، یک ایرانی دشمن یک افغانی هست و بالعکس. به هیچ عنوان کنار آمدن یک مسلمان آمریکایی و یک مسلمان افغانی متصور نیست. یکی یک اصل است و شکل قانونی خود گرفته. متاسفانه حتی در داخل یک کشور ما صد پارچه شده ایم. چرا پشتون ما را تحمل نمی کند؟ چرا ما به عنوان یک تاجک پشتون و برادر ازبک خود تحمل نمی کنیم؟ چرا بر رسم و عنعنات برادران مخالف خود احترام نمی گذاریم؟ چرا این همه انحصار گرایی و تک قومی و بالاخره انحصار طلبی تا بکی؟ زیر نام اسلام، زیر نام حکومت اسلامی، زیر نام امارت اسلامی ما داریم برادر مسلمان خود تهدید میکنیم و موضوعات عصبیت و موضوعات زبان پرستی را دامن میزنیم. والله قسم مرگ است، والله قسم جای شرم است. والله قسم ملک الموت نه پشتون میشناسه، نه تاجک تفکیک میکنه، نه ازبک تفکیک میکنه. و خانه قبر که ما در اوج دفن میشویم، در بین تاجک و پشتون و ازبک و این و آن تفاوت قائل نیست.
کرامن کاتبینه که نامه اعمال من و تو را نوشته می کند بدون تفاوت نوشته می کند. ما مسلمانیم و فرزند آدمیم، تفاوت ما بر اساس تقوا و بر اساس دیانت باید بوده باشد. امروز ملت مسلمان افغان در حالی که ملت‌ها و کشورهای اسلامی باید یک ملت و یک دست و یک پارچه بوده باشند، اما این ملت یک دست و یک پارچه را امروز به 57 کشور اسلامی تبدیل کردند و پارچه پارچه کردند و این کشورهای اسلامی را هم در میان خود نمیگذارند که حتی یک کشور افغانستانی با 34 میلیون در بین خود متحد و یک پارچه بوده باشد. ازبک وقتی در قدرت میرسد در تلاش حذف پشتون است، پشتون وقتی در قدرت میرسد در تلاش حذف دیگران است، تا که میتونیم باید از هر جای ممکن پشتون بیاریم در اینجا ما جایگزین بکنیم و ما باید تاجیک و ازبک را ببریم در اونجا جایگزین بکنیم. انحصار طلبی، تک خواهی، تعصب موضوعی منتن و فاسد و بدبویه که پیامبر صلی الله علیه و سلم ای را به عنوان بدبوی و فاسد عنوان کرده. دعوها فانها منتنه، بگذارین ای آثار جاهلیت و موارد بی‌معنا را کنار بگذارین. آخر دل ما درد میکنه برادر مسلمان، اگر در نظام استی یا رعیت استی به خدا قسم این ملت دیگه بیشتر از این تحمل این هم مفاسد ندارد. تا به کی ملت باید در برابر هم دیگر قرار بگیرن؟ تا به کی ما باید ضعیف بوده باشیم و ناتوان بوده باشیم؟ چرا در فکر آبادی وطن، چرا در فکر آبادی هموطن خود نباشیم عزیزان من؟